فرخنده‌ای که مرگش در جهان غوغا برپا کرد اینجا خوابیده است. یک سال از مرگش میگذرد، اما عدالت برایش تأمین شده؟ فرخنده فامیلش پاشید، آیا عاملین قتل وی دستگیر شدند؟ این سوالاتی است که در ذهن همه افغان ها خطور می کند. لوی سارانوالی افغانستان به تازگی از نهایی شدن احکام 13 تن از محکومین در قضیه قتل فرخنده خبر داده، گفته است که این فیصله نهایی دوسیه قتل وی است. 3 نفر از اونا به مدت 20 سال حبس تنفیذی و متباقی از 13 نفر به مدت 16 سال و یک شخص آخریشان که به مدت 10 سال به حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند که فیصله نهایی دوسیه خانم فرخنده بود. اما به شمول خانواده فرخنده و نهادهای جامعه مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از اجراءات قانونی در این خصوص ناراضی به نظر می‌رسند. مجیب الله ملک زاده برادر فرخنده که همراه با خانواده اش در یکی از کشورهای همسایه به سر می‌برد، می‌گوید که در این قضیه عدالت تامین نشده است. از نظر ما قابل قبول نیست. فرخنده خو شهید شده، دادخواهی ما خاص به خاطر فرخنده های دیگه است. دادخواهی ما و عدم رضایت ما از تامین عدالتی که فعلا صورت نگرفته اینی است که باید عدالت تامین شود برای فرخنده‌هایی که زنده هستند و نیاز به عدالت. شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون حقوق بشر میگوید که هنوز هم چند تن از عاملین قتل فرخنده فراری اند و نیروهای امنیتی افغان در دستگیری آنان موفق نبوده است. کسی که سر جسد خانم فرخنده و واسطه را گذشتند او گرفتار نشده. یک تعداد کسایی که به حبس دوام محکوم است، مثلا 4 نفر به اعدام محکوم شد و چند نفر 16 سال درست، ولی یک تعداد کسا به حبس های بسیار کوتاه مدت با یک سال و چند ماه یا حبس گذشته بارش کافی دانسته شده که از لاست با تناسب امی شدت امی جنایتی که در مظهر عام صورت گرفت، جزایی که داده شده از طرف محکمه این جزا یعنی چیز نیست، مبنای قانون نداره و این عدالت تامین کرده نمیتونه. تاجور کاکر یک تن از فعالان حقوق زن در افغانستان از عدم برگزاری علنی محکمه تمیز به شدت انتقاد میکند. اعتداد که واسطه داشت یا رشوت داشت، جرم از اونا برشان تخفیف داده شد. بسیار سوالا پیش مردم از سوالا گنگ مانده. ایواز که اینا محکمی علنی شود، تمام مسائل برای مردم تشریح شود، یک فیصله کردن، دفتن یک اعلان کردن و این فیصله از اینا به فکر ما غیر عادلانه است. حزب همبستگی ملی افغانستان برای یادبود از فرخنده مناری را در محلی که جسد فرخنده با آتش کشیده شد اعمار کرده و شماری از باشندگان شهر کابل این منار را برای انتقال این داستان تلخ به نسل‌های بعدی ارزنده خوانده، میگویند که عاملین قتل فرخنده دستگیر و عدالت باید تطبیق شود. یک انسان متقسم رحمانه میزنه میکشه، بسیار ظلم شده به سر ازو، زیاد ما نمیره از یاد ما نمیره، هر جایی که عکسش ببینیم بیخی هم تو تعجب میمانیم. فرخنده را ناق به ناق کشتند، ناق سوختاندنش، فرسان نبود. حالا همون نفرهایی که گرفتندش همون را باخصاص نکردند، محکمه هیچ کار نکرد، به هیچ زورمنده های زورش نمیرسه، این دولت بسیار دولت فاسد است. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز هم دو تن از عاملین اصلی قتل فرخنده فرارین و تلاش ها برای دستگیری آنان ادامه دارد. دو نفر از قضیه فرخنده مفرور است که اونا تحت تعقیب جدید پلیس است و به خاطر که در افغانستان نیستند، که مالا یا ایران هستند یا پاکستان هستند یا کدام کشور دیگه، خب ما سر از کار میکنیم که تا موقعیت دقیق از اینا تشخیص شود که از طریق انترپول که باز بر گرفتاریشان اقدام کنند. فعالان جامعه مدنی از حکومت میخواهند تا در تامین عدالت در کشور تحت تاثیر هیچ گروه قرار نگیرند و با تطبیق قانونی یکسان حمایت مردم را که در حال کاهش است از خود کند.